خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها درباره بازداشت روح الله زم مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز خواهیم گفت تا تحولات سوریه و همینطور حمله دور جدیدی به رئیس جمهور به خاطر اشاره او به قانون اساسی. سلام آقای بهنود، تقریبا از روز دوشنبه تمام خبرها تحت شعاع بازداشت آقای زم قرار گرفت. در روزنامه‌های ایران اینطور نبود. روزنامه‌های اصولگرا چرا؟ روزنامه اصولگرا از بیانیه اطلاعات سپاه خوششون اومده بود، بنابراین اون رو همینطور به انهای مختلف بزرگ کردن با تیترهای مختلف و بعضی از این تیترها فوق‌العاده تکون دهنده بود، مثل تیتر روزنامه جام جم که اسمشو گذاشت زم زلیل، تیتر بزرگ یک روزنامه سیاسی بشه زم زلیل، و از این آزمایش ها زیاد شده بود و به طور کلی همینطوری که میگیرن. البته یک دو تا مقاله جدی هم در این باره نوشتیم. خب میخواین شروع کنیم با روزنامه صبح نو در اول هفته؟ بله، ببینید توی اول هفته است این حمله‌ای که به کشتی نفتکش ایرانی شد در نزدیکی جده، تیتر یکیش هست، میگه که دو بار مورد هدف موشک قرار گرفته نفتکش ایران. و اون بالا میبینید که آغاز حمله است که تقریبا در تمام طول هفته ادامه پیدا کرد. دیگه نزدیک آخر هفته آقای شریف مداری هم یک مقاله خیلی تندی نوشت در همین باره. رئیس جمهوری در اظهاراتی با تکرار دعاوی یک جریان خاص وظایف ذاتی شورای نگهبان رو زیر سوال برد. این همون مسئله و فرصتی است که در مورد آقای خاتمی هم پیش اومد. یعنی در حقیقت جناح اصولگرا میگه که شما اصلا حرف نزنید راجع به اصلا فارغ از اینکه آیا میشه همه پرسی برگزار کرد یا نکرد، اصلا تصویب میشه، بالاخره مدرجی داره دیگه، حالا تصویب میشه یا نه، میگن اصلا حرف نزنید راجع به این قضیه. صبح نو هم همینطور در حقیقت دنبال روی روزنامه کیهان هست. شاید بد نباشه که بگیم که آقای روحانی دقیقا حرفی که داشت میزد در مورد مذاکره و در واقع رابطه با غرب بود. نه، یه بخشیش اون بود، یه بخش دیگه ایش موقعی بود که اشاره کرد به وظایف رئیس جمهور و معتقد بود که ماده 113 قانون اساسی رو باید نشست یه بار خوند، به خاطر اینکه در اونجا وقتی که از رئیس جمهور میخواد که بر اجرای قانون نظارت بکنه، عملا معنیش این است که یک تکالیفی به عهده‌اش قرار میگیره، باید برای این تکالیف وسیله‌اش رسیدن بهش هم در اختیارش قرار داد. یه چیز دیگه هم که میگن اینه که این بحث همه پرسی رو که اعلام کردن که خب بعضیا معتقدن که رابطه با غرب داشته باشیم با تعامل و اینا، و بعضی ها میگن نه حتی اگه تا جنگ هم قراره بره، این طوریه که انگار آقای روحانی میخواد بگه که من تصمیم دارم مثلا رابطه داشته باشم با اروپا یا آمریکا یا مذاکره کنم، ولی در هر صورت گروهی هستن که نمیذارن. خب حالا که نمیذارن، اینو بذاریم رفراندوم ببینیم نظر مردم چیه. بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم. ببینید اینجا یه چیزی هم، یه فخری هم یه جوری بفروشیم به این روزنامه‌های تهران. ببینید در همه این سالهای گذشته اینها هی کنسرت های خوب دیدند، حوادث نمایش های جالبی دیدند، احیانا بعضی فیلم ها رو دیدند و اینا، ما در بیرون از کشور محروم موندیم و ندیدیم. الان این حادثه که بهش اشاره میکنه حادثه ایست که ماها دیدیم، اینا ندیدن، اینا برداشتن تیتری کردن، بنابراین جای آن دارد که از این بابت اعلام استقلال کنیم. این سخن رو آقای کلهر در پایان کنسرتش که بودیم در اونجا اعلام کرد که به دلیل وضعیت خاصی که در منطقه علیه کردها به وجود اومده، ایشون کنسرتش رو در استانبول حذف کرده، که خیلی هم با استقبال روبرو شد. این حرف سازندگی درست یه لالایی رو هم برای کودکان کرد. بله، اون لالایی رو یه مرتبه دیگه هم ازشون شنیده بودیم در همین لندن، ولی این دفعه دیگه واقعا اثر دردناکی داشت. یعنی شما میتونستین ببینید که به انگلیسی و غیر انگلیسی و اینا هر کی که بود گریه میکرد. الان خبرهایی که میرسه از سوریه میگن که ارتش سوریه، یعنی ارتش بشار اسد، وارد کوبانی شده. خب کوبانی یه جور انگار که شهر سمبولیک برای کردها بود و وارد رقه شده، که رقه خب یکی از پایگاه‌های داعش بود.
از طرفی همینطوری حملات ترکیه ادامه داره به شهرهای کردنشین و از اون برم کنگره آمریکا خیلی علنی دیگه با آقای ترامپ وارد چیز شده که آقا این چه کاری بود کردی. خلاصه داستان حالا تیتری که زده جنایت جنگی در شام. اصولا در این هفته آقای ترامپ به اندازه کافی خبر ساخت. بله. خب بریم روزنامه جوان رو ببینیم که بله، روزنامه جوان اساسی هفته است. ببینید این تیتری که بر اساس سج زده روزنامه جوان که آمد نیوز آمد، در حقیقت بذارید شوخی باشون بکنیم، این اعلامیه سپاه پاسداران برعکس این بود. یعنی اعلامیه سپاه پاسداران نگفت که روح‌الله زم آمد، گفت آوردیمش، در حالی که در این تیتر میگه آمد نیوز آمد. در این وزن شعر رو در نظرش داشته ولی از مضمون دور شده. به هر حال چنان که بحث کردیم در مورد آقای روحانی، اینجا این حرف آقای روحانی از بحران عبور کردیم رو البته بدون مثلا تصویر و تصور منفی ورده، توی این گزارش هم در حقیقت اشاره کرده است به همه مواردی که آمد نیوز علیه حکومت نوشتش، نظام جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از اینها هیچ اشاره‌ای به این که آمد نیوز فقط مشخصا نظام رو که هدف نداشت، اصلاح طلبها، گاهی اوقات دولت، اینها بیشتر مورد حملهش بودن، به اضافه اپوزیسیون. اصلا از اپوزیسیون هم هیچ کس سر آشتی نداشت و بنابراین آدم مختلف میپرید. به همین جهت هم بودش که اتهامات دیگه بهش میزدن در اون زمان. چیزی که از این طرف خب خیلی مورد سوال قرار گرفت، البته بعضی از نماینده های مجلس هم اشاره کردن بهش، بحث این بود که خب واقعا در فاصله زمانی بسیار کوتاهی آقای زم جلوی تلویزیون های صدا و سیما قرار گرفت و اعتراف کرد و گفت من پشیمونم. این که به این فاصله آدمی که آدم تندی بوده و به قول معروف نوک حملاتش عالم آدم رو گرفته، چطوری انقدر تونسته سریعا اعلام پشیمانی کنه، این چیزی بود که یه سری نگرانی ها رو به قول معروف برانگیخت. از طرف دیگه هم که نحوه بازداشت ایشون هم سوال بود که خب حالا بعدا دیگه خانم زم اومدن و صحبت کردن و گفتن که رفته بغداد و اونجا دستگیر شده. حالا بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه اعتماد هست. اعتماد اون سخنی رو گفته که بعد از حرف، یعنی بین تهدیدی که آقای اردوغان با اروپایی ها کرد، اول اینطوری بودش که امریکایی ها سعی کردن اینو ندیده بگیرن اصلا، که ایشون گفتش که چند میلیون آواره سوری رو میفرستم توی اروپا. صدایی از آمریکا در نیامد که بگه که چقدر وحشتناک. اروپایی ها طبیعتا خیلی متاثر شدن از این قضیه و داره میگه که سوال مطرح میکنه که آیا تروریستا بر میگردن، یک. دو، این که اگر برگردن این تهدیدی که آقای اردوغان کرده چقدر میتونه جا بگیره که اروپا باشه، که در حقیقت هم آسانترین مقصد داعشی هست بخاطر که یک پای ترکیه توی اروپا هست و بنابراین اگر این ترکیه رئیس جمهورشون گفته است واقعا دروازه رو باز کنه به سمت این که اونا بیان، بسیار زیر فشار خواهیم. قبلن هم این کار کرد که موج وسیعی از مهاجران سوری وارد اروپا شدن و گفته میشه در خیلی جاها که اینی که اروپا چشمشو بست به اینکه چقدر آزادی بیان در ترکیه نقض میشه یا چقدر روزنامه نگار حکمهای سنگین گرفتن به خصوص بعد از داستان کودتا و چقدر روزنامه نگار بازداشت شدن، برمیگرده به همین که ترکیه همیشه این تهدید رو داره که درا رو باز میکنن و این پناهجویانی که رفتن به ترکیه وارد اروپا بشن و این هم خب خودش خطریه دیگه، حداقل برای اروپا. داره. بریم روزنامه دنیای اقتصاد رو ببینیم، پیشنهاد روحانی برای پایان دعواها. بله، ببینید اینجا همون بحثی است که شما کردید در مورد پیشنهاد آقای روحانی که از یه جهت دیگه هم دیده. یک زمینه جمعه هایی داره دنیای اقتصاد که الان دیگه سازندگی هم داره، روزنامه همشهری هم داره، ایران هم داره. در اینجا یه بحثی رو دنبال کرد در دفعات قبل، شاید همینقدر شو بگم کافی باشه، که آقای دکتر غنی‌نژاد یک صحبتی چندی پیش کرده بود
به عنوان آدمی که طرفدار اقتصاد آزاده و طرفدار اقتصاد خصوصی هستش، یه مرتبه ایشون گفتش که خصوصی‌سازی رو متوقف کنیم. این دفعه در این شهری که این کنار دارید میبینید اومده، دکتر قینی‌نژاد در جواب کسایی که اومدن همین حرف رو زدن، گفتن شما که همه این سالا گفته بودید که باید اقتصاد آزاد چه، حالا که دولت دیگر هم میخواین کار بکنن، شما رفتید در مقابلش. توضیح میده که این چیزی که داره صورت میگیره گول اسمشو نخورید، این خصوصی‌سازی نیست. خلاصه را دارم میگم، مقاله خیلی مفصلی است با جزئیات کار کرده، پیداست که ایشون با اندیشه چند مدتی روی موضوع کار کرده، اونو گفته، از دهنشون نپریده، چون به طور مشخص میگه این چیزی که در ایران انجام شد این خصوصی‌سازی نبود، چه موقعی که در زمان پادشاهی شد چه بعدن، و این در حقیقت یک نوع دیگه ای از دولتی سازی بود، حرفشه که زده میشه به عنوان اینکه داده شده به ملت، و در نتیجه اون اثری که میخواد بده نداد، برعکس اقتصاد آزاد یه جوری بدنامم کرد در الان، و در نتیجه ایشون میگه که تا موقعی که نمیتونید یک خصوصی‌سازی واقعی بکنید متوقفش کنید. یه نگاه دیگه هم که هست که در واقع انتقاد میکنه به این بحث خصوصی سازی و بازار آزاد اینه که اگر قراره این کارو بکنید، خب بکنید و تبعاتش رو هم بپذیرید، ببینید چی میشه دیگه. منتها دیدین دیگه به محض اینکه دقیقاً اتفاقی میفته و اعتراضی پیش میاد، باز دولت باید پاپش بذاره و مسائل حل کنه. خب بریم برگزیده ها. منتها قبل از اینکه بریم برگزیده ها، بعد نیست که یه خبر خوبی بدیم. آزادی نوشین جعفری یکی و نصفیست در حقیقت دیگه، یکی و نصفیست بخاطر اینکه یکی که خب آزادی نوشین جعفری عکاسیست که خبرنگار عکاسیست که بیشتر تو محافل هنری و اینا خانم جعفری دیده شده بود، و بنابراین یه دستگیری این خیلی بی‌معنی بود، چه برسه اینکه قرار بشه مدتی طولانی در زندان باشه. دیگر اینکه خبری به سرعت از قول وکیل پوریا عالمی پخش شد به اینکه حکمی رو که در سال 91 92 داده بودن 91 اگه شما آره، و حالا زندش کردن، فحصاص شده و به اجرای احکام موکول شده، و اینم وقتی اتفاق میفته، یعنی اینکه از این بابت کسانی فکر کردن که گرفتن آقای عالمی رو، در حالی که بعد توضیح دادن معلوم شدش که نه، فقط اون حکم رو میدونن که رفته به شعبه. مدیر مسئول روزنامه شرق گفت که در حال رایزنی هست و صحبت کردن، امیدوارن که این حکم به حال اونم بود. خبر خوبی بود دیگه. بله. خب بریم دنیای سلامت. ببینید نشریات به صورت تخصصی که منتشر میشن که یکی از بهتریناش همین دنیای سلامتی که دارید میبینید، دنیای سلامت از این بابت یه مزیتی داره، و اون عبارت از این هستش که مجله رو اونقدر تخصصی نمیبینه که فقط به درد متخصصا بخوره. رفته با پروفسور عباسیان صحبت کرده، اولا سوابق ایشون رو ورق زده، فهمیده که ایشون اول در دانشگاه شیراز پزشک شده، بعد برای تخصصی مغز و اعصاب رفت آمریکا، که واقعا در پایانش میدونیم که چند نفری که مثل ایشون تو جان هاپکینز بودن همه رو امریکایی اصرار داشتن جذب کنن نگه دارن، ولی وایساد گفت میخواد برگرده، و برگشته از چند سال قبل از انقلاب، الان هم که هنوز مشغول کار خوشبختانه، و در این حال انجمن جراحان ایران ایشون معاونشه. یه سوالی هم که ازشون پرسه در مورد زمان جنگ بوده، که میگه که ما در زمان جنگ پدیده هایی رو دیدیم که در دانشگاه هاپکینز آمریکا هم نمیشد دید، چون مختص زمان جنگ بود. مثلا صدمات عروق مغزی در اثر اصابت ترکش ها و خمپاره ها به وجود می آمد و میشد گفت که شناخت ها کافی نبود. من و همکارانم با بررسی تحقیقاتی و آنژیوگرافی هایی که از بیماران می کردیم تعداد زیادی از آنها را به جراحی نیاز داشتند تحت مداوا و جراحی قرار دادیم، که این جمع‌آوری اطلاعات بیماران به انتشار چندین مقاله مستند خوب منجر شد. یه نکته دیگه هم که میگه مثلا هی کسی برای یه دکتر وقتی که هی عمل جراحی مثلا نخا میکنه، دیسک کمر میکنه، اینا دیگه واقعا یه چیز کار عادی روتینه، ولی اون لبخندی که بیماری که با درد و مصیبت اومده تو و با راحتی میره، اون چیزیه که همیشه آدمو تشویق به ادامه کار میکنه. بریم روزنامه مجله ها رو ببینیم. ایران فردا چند تا انتخابی بگم، همینطوری چند تا مطلب فوق العاده خوب داره، از جمله آقای مدنی به عنوان یک تحلیل، سعید مدنی
یه حرفی میزنه، فشار حداکثری علیه فعالان، میگه عدالت قضایی از ارکان سلامت جامعه و ثبات و حاکمیت قانون هست، نمودش هم در دادگاه ها. به همین جهت وقتی احکام ناعادلانه اونم تو دنیای شیشه ای امروز صادر میشه، اعتماد عمومی درباره سلامت و صلاحیت عدالتخانه به اصطلاح دستگاه قضایی کم میشه. تنها راه بازگشت این اعتماد اقناع وجدان جامعه است. و به این طی هفته‌های اخیر صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین کارگری، رسانه‌ای، دانشجویی، زنان، سیاسی اجتماعی و اعتراض‌هایی که فعالان مدنی کردن، همه اینها از این قبیل بوده و در نتیجه با اعتراض کارگران نیشکر و بعد دستگیری‌های دنبال و اون و اینا، همه این موضوع اتفاق افتاده. یعنی فشار حداکثری. آقای مدنی واقعاً هر موقع یادداشت می‌نویسن، یه جوری آدم حظ میکنه وقتی میخونه، یه نگاه خونسرد منطقی و عمیق، و واقعا همیشه آدم میتونه چیزی یاد بگه و نگاه جامعه شناسی بسیار دقیقی داره. اینا یک مقاله حالا هوای جامعه ایران، چند پیش دکتر فراست خواه یک مطلبی نوشته بود راجع به ایران، تو همین روز مجله چاپ شده بود که جرم بحرانی جامعه رو تشبیه کرده بود به یه اصطلاح ترمینولوژی فیزیک مکانیک. آقای یحیایی، فرید یحیایی، اصلا با موضوع که ایشون گفته که در باره شرایط خطیر فعلی جامعه هست وارد این میشه که میگه یه چیزی بهش اضافه میکنه. ایشون گفته بود که این یه دیدگاهیست که این جرم بحران در دو سه دهه اخیر نیست، بلکه از دهه 50 به بعد رشد و توسعه ناموزونی در کشور شروع شد که حالا به محض بحران رسید. ایشون اضافه کرده این رو برده تو ترمای جامعه شناسی و ازش در آورده که یک هرمان، حیرت و درماندگی عمومی پدید آمده است. بریم روز مجله تجربه رو ببینیم. خب تجربه از اونست که شما میگین خلاصه کردنش مشکله. روی جلد داری میبینی خانم سیمین دانشور. چرا خانم سیمین دانشور؟ به خاطر اینکه مهدی یزدانی خورم توی مقدمه‌ای که نوشته به عنوان سردبیر، اونجا اشاره میکنه که ما حتی قبل از درگذشت خانم دانشورم قصدمون این بودش که به حال پرونده بهشون اختصاص بدیم، رو جلد بذاریم از این کارا، ولی هر دفعه به دلیلی نشد. این دفعه دلیلی که پیدا کردیم و به نظرم خیلی کار شیرین ابتکاری خوبی کردن اینه که 50 سال سووشونه. جالب. بنابراین 50 سال از سوشون گذشت. حالا آدم های مختلف، منقدای به خصوص جوان وارد صحنه شدن. خیلی جالبه براتون بگم. از آقای قربانی که این اول شروع میکنه که پژوهشگر زبان هست، این بحث رو پیش میکشه که خلاصش اینه که آیا سوشون مهمترین رمان فارسی است؟ آیا اجزایش با ذهنیتی که الان دنیا و جامعه داره میخونه یا نه؟ نتیجه‌گیری آخرش اینه که نمیخونه. تصویری که از زن میده، اون تصویر، تصویر زن دنبال حقوق اجتماعیش نیست. اون تصویر خیلی، البته کسایی که یادشون هست، کسایی که یه ذره سیمین خانم میشناسن میدونن که چقدر به تصویر خودش شبیه بود. تصویر نقطه مقابل خودش، یوسف، به آل احمد شبیه نبود، ولی اصولا فضای خیلی اینطوری بود. یعنی کسی که از خانواده ثروتمندی اومد، یادتونه دیگه، بله. همه خوندن در 50 سال گذشته دیگه، من فکر کنم کسی نبوده، بله. است که 3-4 نسل خوندن. بنابراین همه این گزارش هایی که میخونیم، حتی نقد بسیار تند خانم مومنی، سندی مومنی که ایشون هم منقد ادبی هست، که تنده با نگاه امروز نگاه میکنه بهش، پنجره شکسته به اصطلاح اسمشو میذاره، و کاملا معترض به عنوان زن فمینیست، کاملا معترض به این شخصیت اصلی که همون شخصیت آخر مثلا موتی همیشگی است. قاعدتا سوشون یکی از مهمترین رمان های قرن حاضره که توی ایران منتشر شده، اونم از یک نویسنده زن، خانم سیمین دانشور، نویسنده
به قول معروف شناخته شده بودند. و ولی وقتی میخوایم برگردیم یه آثار ادبی یا هر چیزی رو آثار هنری رو نقد کنیم، باید برگردیم به اون زمان و آره. اون آره درسته، ولی یادتون در این حال باشه که بخش عمده ای از ایرادایی که میگیرن به این دلیل هم میداره که اهمیتش اونجاست که ادبیات موقعی که انقدر بازه مثل شعر حافظ، بله، انقدر هست که شما تو هر زمانه میتونید تطبیقش بدی، یعنی از یکی درد بزرگ همگانی حرف میزنه. اصلا بذار معاصر بگیم، از نگاه دولت آبادی او صحبت از درد میکنه، این درده از اولی که نوشته همینطور داره باش میاد. تو صحبتشون هم در اصل یه دردی رو داریم میبینیم. آره، منتها اون درده حالا مجموعه ای که بگم بدون اینکه کوچکترین بی‌احترامی به خانم دانشور شده باشه، با تأکید بر شأن سوبشون، ولی از نگاه واقع گرایی سیاسی اجتماعی ایرادایی هم که به اندازه کافی به نظرشون میرسیده گفتن. خب بریم یه نگاه مختصری هم به سینما ادبیات بکنید. این هفته این مجله دست من بود، سینمای فرانسه رو دیده، خب مسلماً فرانسوا تروفو رو دیده مفصل، ولی میدونید که من این مجله رو کلا برای بخش ادبیاتش دوست دارم. بخش مفصلی رو گذاشته ادبیات زنان از دهه 70 تا دهه 90 که باز هم یه جوری برمیگرده به همون بحث قبلیمون، مفصل نگاه کرده، یه میزه گرد مفصلی گذاشته ادبیات زنان از دهه 70 تا 90، نشست نسرین موسوی، مهسا محب‌علی، خلیل درمنکی و محسن ملکی، سیندرلا یا هیولا، که مفصل بحث کردن در مورد زنان نویسنده، اینکه اصلا زنان چطور در کتاب‌ها دیده شدن. بعد خانم فرشته احمدی مقاله داره زنان داستان نویس ایرانی درباره چه می نویسن، شروع کرده بررسی کردن دهه های مختلف که زنها چطور می نوشن به دهه 90 که میرسه. به نظر من جالب بود، میگه که زنان در واقع نویسنده های زن، احوال داستان نویسان دهه 90 راه‌های نرفته بسیاری را آزموندند و با قرار دادن زن در موقعیت‌های تازه و بیرون کشاندن او از حوزه تنگ خانه، داستان‌های درباره مهاجرت، زندگی دانشجویی، سیاست، جنگ، روزنامه‌نگاری، تلاش برای استقلال و مهمتر از همه اینها تلاش برای شناختن هویت زنانه نوشتند. بحثی که اصلا کی زنان نویسنده در مورد تن بدن نوشتن، در مورد اینکه زن بیرون از خونه باشه، در مورد مشکلات زنان نوشتن، میگم به خصوص توی مجموعه که گفتید مقاله خانم بلقیس سلیمانی هم یادم باشه، ادبیات محافظه کار و الان یکی از جدیترین نویسندگان، پرکارترین رمان نویسان. ایشون اشاره میکنه مثل همون حرفی که داشته میزدیم در قول بچه ها، میگفتن ایشون با یه سنگینی و تجربه بیشتری میگه که اینها احتیاط توشون هست. کجا رو اشاره میکنه؟ میره به بامداد و خمار، یعنی پرفروش در این کتاب دهه 60-70، بعد میاد تو کتابای خانم پیرزاد، زویا پیرزاد، و معتقد است که اونها چیزی به اصطلاح وضعیت زنان اضافه نکردند، محتاط بودند و حتی یه زمینه های انتقاد داره ازشون، معتقد است که خیلی تصویری که ساختن تصویر به صلاح زنه قیاسشون رو البته من فکر میکنم یه ذره قیاس معل فارغه، یعنی واقعیتش هیچ جوری ربطی به هم ندارن این دو نویسنده. ولی آره، نه، معتقد است به قصه هایی که قصه های خوبیه، در مورد هر دوشون هم میگوید که قصه های خیلی خوبیه، ولی شخصیت زنی که اونجا وجود داره درست این حرفی که بچه ها توی تجربه زده بودن درباره سوبشان، وقتی که این نوشته ها رو آدم میخونه، هم موقعی که از قلون جوان ها میخونه، هم در موقعی که خانم سلیمانی نوشتن، من خیلی به فکر فرو رفتم، یعنی واقعا فکر کردم یک بار دیگه باید اینا رو دید. همزمان با این کتاب های فوق العاده خوب تاریخ ادبی ایران بودند کتاب‌ها یا شعرهایی که توش راجع به رنج و درد زنان جدی‌تر از این حرف زده می‌شده. بله. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از سلمان طاهری. بله، ملاحظه می‌کنید که یکی از دردایی که الان وجود داره، هر کسی از خیابان ایران رد میشه به ما خبر میده که ناراحت این هستش که روزنامه‌ها تلمبار شده یا اینا هم تبدیل شدن بیچاره‌ها به خاطر که زندگیشون تأمین کنن و به دکون شکلات فروشی و آدانس فروشی و سیگار فروشی و اینا.
حالا آقای طاهری یک تصویر جدیدی میده، معتقد است که این آزادی فضایی که توی شبکه‌های مجازی هستش گرچه یواشکی دارن جماعت نگاه میکنن ولی اونه که مشتری‌ها رو برده اونجا. نکته آخر هم آلیس در انتقال آب دریای مازندران از شهرام شهیدی، در مورد این آب انتقال آب دریای مازندران به سمنان و فلات مرکزی میگه اصلا جدی نگیرین، تهدیدی نیست، اصلا میتونیم از این تهدید فرصت بسازیم، مثلا خیار بکاریم بعد خیارش رو برداشت کنیم توی این شورزارها و اینا. بعد میگه که بعدش میگه که به نظر تو این همه هزینه اصلا لازمه؟ کافی درخت بیشتری بکنیم تو جنگل‌های گلستان و مازندران بعد قطع کنیم؟ و وقت میرسه که راستش ما خیلی هم توقع زیادی نداریم، کافی دریای خزر را طوری انتقال بدیم که پس از تخلیه آب برای ما یه متلقو باقی بمانه، همین که وقتی دروان خانه لم دادیم بتونیم عکسمون رو در اینستاگرام بارگذاری کنیم و در قسمت لوکیشن بنویسیم متلقو. آخرش هم میگه که ما یکی از مدیران سازمان محیط زیست هم گفته او حالا اینقدر شلوغش نکنیم، ما یه چیزی امضا کردیم که دلشون خوش باشه، احداث آزادراه تهران شما چند سال طول کشید، این پروژه هم کم 20 سال کار داره، تا اون موقع اصلا دریایی نمونده که شما نگران باشی بکشیمش کجا. دقیقا. مرسی آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید، از طریق تلگرام @bbc شما هم میتونید با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب روزتون خوش.